مسی شوت. لیونل مسی کابوس هر مدافعیه که میخواد در مقابلش بازی کنه و دلیلش خیلی ساده است. مسی غیر قابل کنترله. مسی به راحتی مدافعان کله گنده دنیا که یه تریلی هم نمیتونه اسمشون رو ببره رو داخل زمین سوسک میکنه و گلزنی میکنه و جوری وانمود میکنه که انگار آب خوردنه. This is possibly one of the most embarrassing nights of my life. در سپتامبر سال 2015 اتلتیکو مادرید در مقابل بارسلونا قرار گرفت و فرناندو تورس در اون بازی دروازه بارسا رو باز کرد و تمام استادیوم مادرید رو از خوشحالی ترکوند. اما خب وسط اون همه خوشحالی دیگو سیمئونه مربی اتلتیکو اصلا از جاش تکون نمیخورد و به نظر نمیومد خوشحال باشه. وقتی هم در کنفرانس آخر بازی دلیل این کارش رو ازش پرسیدن گفت چون من دیدم لیونل مسی داره گرم میکنه. همین یک جمله نشون میده که مربی ها بازیکن ها چقدر از مسی میترسن. دیگو سیمئونه حق داشت چون با اومدن لیونل مسی داخل زمین بارسا بازی رو با درخشش و گلزنی مسی برد. اما خب از میون همه مربی ها فقط یه مربی تونسته با یه استراتژی موفق مسی رو کاملا متوقف کنه و خیلی هم به این کارش افتخار میکنه. من حامدم و اینجا کانال ورزش ها با توی این ویدیو این استراتژی و مربیش رو بهتون معرفی میکنیم. لطفا یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و اگه میخواین ویدیوهای ارزشی این چنینی رو باز هم ببینید کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا اولین نفر از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید. همینطور که میدونید مربی هایی که در مقابل بارسلونا قرار میگیرن دائم در تلاشن که بتونن مسی رو متوقف کنن و از راه های مختلفی استفاده کردن که اکثراً شکست خورده. اما رافائل بنیتز مربی شناخته شده تونست راهی پیدا کنه که با اون مسی افسانه‌ای رو با موفقیت مهار کنه. در ماه مارچ سال 2007 لیورپول در یک هشتم نهایی در مقابل بارسلونا قرار گرفت و تونستن در خونه خود بارسا اونها رو 2-1 ببرن. اما خب این نتیجه بسیار شکننده بود، به خصوص که بارسلونا یک سلاح بسیار قدرتمند و کشنده به نام لیونل مسی داشت. ولی خب رافائل بنیتز تونست در بازی برگشت با یه نقشه زیرکانه مسی افسانه‌ای رو کاملا خنثی کنه و تمام این نقشه به بازیکنی به نام آلوارو آربلوا برمیگشت. خود آربلوا در این مورد گفته من داشتم توی ملوود تمرین میکردم که رافا اومد و به من گفت تو دفاع چپ بازی میکنی. دفاع چپ، این یعنی مهار کردن لیونل مسی. من منتظر بودم که او بخنده و بگه شوخی کردم، اما این قضیه اصلا شوخی نبود. با اینکه مسی در اون زمان هنوز توپ طلایی رو نبرده بود، اما همه اروپا رو از خطرناک بودن خودش مطلع کرده بود. او مهارت، سرعت و استعداد فوق‌العاده‌ای داشت و همین بنیتز رو حس بی ترسونده بود. مسی چپا در اون زمان در سمت راست زمین بازی میکرد و همیشه توپ رو از راست به چپ میآورد و با اون کارهای خلاقانه ای میکرد. اکثر وقتا هم او در مقابل بازیکنهای چپایی قرار میگرفت که نمیتونستن از پای قدرتمندشون در دفاع در مقابل او استفاده کنن. به همین خاطر هم او از راست به چپ میزد و در اونجا یا شوت میکرد و یا با پاسهای زیرکانش موقعیتهای خطرناکی رو برای همتیمهاش درست میکرد. برای حل این معضل که لیونل مسی نام داشت، رافائل بنیتز یک راست‌پا که آربلوا باشه رو سمت چپ گذاشت تا بتونه در مقابل پای چپ قدرتمند مسی دفاع کنه و اینجوری مدافع میتونست جلوی مسی رو بگیره و نذاره او به راحتی پاس بده و یا شوت بزنه. اما خب همه چیز به همین سادگی هم نبود. برای اینکه این نقشه کار کنه آربلوا باید حسابی سخت کار میکرد و یه جورایی خودش رو فدای تیم کرد. خود رافائل بنیتز در این مورد گفته آربلوا باید از نزدیکترین جای ممکن به مسی میچسبید و نمیذاشت نفس بکشه و اگه به مسی فرصت داده میشد بعد جوری به همون صدمه میزد. ما برای آربلوا فیلم ها و دیویدی های حرکت های مسی رو آماده کردیم تا او بتونه با حرکات او آشنا بشه. در تمرین ها هم او در سمت چپ زمین در مقابل یه راست پا بازی میکرد تا بتونه کاری که در برابر مسی باید انجام بده رو تمرین و تکرار کنه. اما خب از اون طرف هم گذاشتن یک راست پا در سمت چپ زمین مشکلات هجومی خودش رو هم داشت و میش
میشه گفت که آرولوا خودش رو برای بازی فدا کرد، چون وقتی لیورپول توپ رو در اختیار داشت بازیکنان حق پاس دادن توپ به آرولوا رو نداشتن و یه جورایی 10 در مقابل 11 بازی میکردن. اما خب نتیجه بازی جوری از آب در اومد که تئوری رافا بنیتز رو تایید و عملی کرد. بارسا اون بازی رو 1-0 برد، ولی لیورپول به خاطر گل زده در خانه حریف به مرحله بعدی راه پیدا کرد و از همه مهمتر مسی اصلا نتونست گل بزنه و کاملا به وسیله بادیگاردش آرولوا بسته شده بود. مسی در اون زمان کاملا مهار شد، اما خب خود آرولوا به این عقیده است که امروزه نمیشه مسی رو با همون تاکتیک قدیمی کنترل کرد، چون او امروزه به روش کاملا متفاوتی بازی میکنه و توی زمین آزادی بیشتری داره. به احتمال 100% آرولوا راست میگه و فقط با دیدن مدافعان گیج و مبهوت در مقابل مسی این قضیه کاملا روشن میشه. بازی مسی انقدر برای حریفاش ترسناک و غیر قابل کنترله که کیوک استین مربی لاس پالماس در جایی به شوخی گفته بود تنها راه برای متوقف کردن مسی اینه که تک تیراندازها رو به استادیوم بیاریم. نظر شما چیه و به نظرتون چجوری میشه لیونل مسی رو متوقف کرد؟ لطفاً جوابتون و یا هر نظر دیگه‌ای رو که دارید برامون توی قسمت کامنت بنویسید. لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب کانال رو هم یادتون نره. این هم ویدیوهای دیگه‌ای که اگه دوست داشتید میتونید ببینید.